خانوم نظری شاطر 54 ساله‌ای که مدتی است با تکیه بر علاقه‌اش قدم در حرفه‌ای نهاده. نفوذ توسط هکر داعش. داعشی که حالا داره فعالیت می‌کنه زیر مجموعه همون داعشه. توجه به تحرکاتی که ما توی حوزه نرخ بهره به عنوان یک متغیر اثرگذار تو بازار می‌بینیم، حتی در واقع خروج از این بازار در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست. کیروش هنوز آشتی نکرده با بازگشت تمرینات تیمش به زمین پژوهشگاه صنعت نفت اوقات تلخی درست کرد. قول‌هایی داده شد که میتونیم در زمین استادیوم آزادی تمرین بکنیم، ولی متاسفانه به قول‌هاشون پایبند نبودن. به نام خدای وفادار به عهد، هموطنان سلام، عصر شما بخیر. من محمد معین مقامی هستم و شما با خبرنگاران جوان پنجشنبه ششم خرداد ماه را تماشا میکنید. دعوت میکنم امروز تا پایان همراه ما باشید. حملات هکرها به سایت های دولتی کشورمون طی دو روز گذشته دو سازمان مختلف در کشور سامانه های مجازیشون برای ساعتی از دسترس کاربران خارج شدند. سایت مرکز آمار ایران هک شد. این سایت روز گذشته از دسترس کاربران خارج شد و هکر پوسته اصلی این سایت رو با عبارتی به زبان عربی به نمایش گذاشت. همچنین در صورتی که مرکز آمار ایران را در گوگل جستجو می‌کردید، با عبارتی به زبان عربی روبرو می‌شدید. نفوذ توسط هکر داعش. داعشی که حالا داره فعالیت می‌کنه زیر مجموعه همون داعشه. اما خب اسم هکری وقتی از قبل یکی رزرو می‌کنه، بعد نفر بعدی، گروه بعدی واسه اینکه خودش رو معرفی بکنه، شبیه به اون اسمو در نظر می‌گیره. اما نوع فعالیت زیر مجموعه همون گروه هک هستش. از شواهد مشخص است که هکر تنها توانسته چهره سایت رو تغییر دهد و به اطلاعات آن دسترسی پیدا نکرده. اولین چیزی که مینوشت یه مقدار از اطلاعات خود سایت، اطلاعات مردم ایران رو سایت میذاشت که یه هشداری بده، بگه من کل اطلاعات دیتای سایت رو تونستم بردارم، یعنی دیتای مرکز آمار کامل تونسته برداره و همچین کاری نتونستم کنم چون اصلا هیچ اختیاری هم ندادن. دو احتمال برای هک سایت مرکز آمار ایران وجود داره: یا هکر مبتدی با ایدئولوژی گروهک تروریستی داعش خفیه امنیتی در نرم افزار سایت رو پیدا کرده، و یا احتمال 90% هم هست که این هکر تو محیط دارکنت که هکرها خرید و فروش دسترسی‌هاشون رو انجام میدن، همچین دسترسی رو از یه هکر دیگه خریده که فقط خودش بتونه استفاده بکنه. به جز سایت مرکز آمار ایران، امروز سایت ثبت اسناد و املاک کل کشور هم هک شد. البته هکر از ایران بود. این دو اتفاق ناشی از عدم توجه بسیاری از سایت‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر مسائل امنیتی است. هک سایت مرکز آمار ایران را از سازمان پدافند غیرعامل هم پیگیر شدیم. اونا میگن دارن این موضوع رو فعلا بررسی می‌کنند. بورس در هفته‌ای که گذشت عنوان گزارشی خواهد بود که هر پنجشنبه آخرین خبرهای تالار شیشه‌ای سهام رو به استدیوی با خبرنگاران جهان جوان خواهد آورد. این هفته اوضاع بازار سهام برای بورسی ها بد نبود، هرچند که خیلی از بورس بازا منتظر شنیدن خبرهای خوش از فصل مجامع شرکت های بورسی هستند. همکارمون آقای فهمی گزارش میکنه. تالار شیشه‌ای بازار سهام اولین هفته خرداد ماه رو با آفتابی شدن صفای خرید سهام و سبز شدن شاخص کل بورس سپری کرد. بازار در هفته‌ای که گذشت خب شاخص مثبت بود، ولی با اون شدت ماه‌های قبل و در واقع قبل عید نبود، اواخر سال قبل، و علتش هم میتونه باشه که بازار در واقع منتظر اخبار جدیدی هست، اخباری که بتونه واقعا محرک قوی باشه که بتونه این صنایعی که قبلا اخبار در واقع خوبی ازشون می‌رسید و عملا لمس کنن. در این بین اهالی پولدار این بازار تا رسیدن فرصت مناسبی برای دست به جیب شدن نشستن در سایه صفای خرید رو به هر کار دیگه‌ای ترجیح میده. دلیلی اساسی که تأثیر میذاره روی تصمیم بازیگران بزرگ توی این مقطع برگزاری مجامع هست. بالاخره اونها سهامداری کردن یک سال در شرکت‌هایی که با تحلیل ورود کرده بودن، توی این مقطع باید از مجامع اونم بهره برداری بکنن و تحلیل سرمایه گذاران، حالا چه حقیقی و چه حقوقی، از کیفیت برگزاری مجامع، از این حیث که چقدر سود نقدی خواهد داشت و چه برنامه های شرکت برای آینده داره، روی تصمیم سرمایه گذاران تأثیر گذار. تصمیمی که به نظر نمیرسه موجب خروج نقدینگی از این بازار به سمت سایر بازارهای رقیب بورس بشه.
ما گزارشی نداریم که نقدینگی از این بازار خارج شده باشه و با توجه به تحرکاتی که ما توی حوزه نرخ بهره به عنوان یک متغیر اثرگذار تو بازار می‌بینیم، حتی در واقع خروج از این بازار در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست. در کنار هوای نیمه آفتابی بازار سهام، این بازار اوراقه که مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته. در بازار اوراق بدیم ما در حدود 591 میلیارد ریال مورد مبادله سرمایه‌گذاران قرار گرفته که نسبت به هفته قبل در حدود 13% ما افزایش رو در گردش معاملات بازار اوراق بدی مشاهده می‌کنیم. بازار اوراق بدی اوراقی هستن که در واقع با درآمد ثابت هستن، اوراق مشارکت هستش، انواع سکوک هست که تو این بازار مورد مبادله سرمایه‌گذاران قرار می‌گیره. بدین ترتیب بود که اولین هفته کاری بازار سهام در آخرین ماه بهاری با معامله 3653 میلیون سهم به ارزش 8448 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل بازار هم برایندش این هفته مثبت بود و سرانجام بر روی رقم 76853 واحد قرار گرفت. هفده و شش دقیقه است و شما بیننده با خبرنگاران جوان ششم خرداد ماه هستید. اما شنبه هشتم خرداد به عنوان تاریخ افتتاح رسمی دهمین دوره آغاز به کار خانه ملت، آغاز یک دوره چهار ساله برای وکلای ملت تا حرفا و قول و قرارهایی که به طرفدارانشون داده بودند رو به سرانجام برسونند. فارغ از اینها اولین روز آغاز به کار مجلس همیشه با رسم و رسومی همراه. چه کسانی در اولین صحن علنی مجلس دهم بر صندلی‌های هیئت رئیسه تکیه می‌زنند؟ عبدالرضا اسم کوچکم هست. هاشم زایی فامیلم هست. سید فاطمه حسینی هستم. دو نفر از ترین‌های این دوره مجلس که در آیین افتتاحیه دوربین‌های زیادی روی آنها زوم خواهد بود. متولد 23 هستم. 1364. میانگین سنی نمایندگان مجلس دهم 50 سال است. مردم منتخبانی از نسل‌های مختلف انقلاب را راهی بهارستان کردند. سلا دونستم که از نسل اول انقلاب هم یه تعداد باشند که ما بتونیم تجارب دهه اول انقلاب رو بالاخره منتقل کنیم به نسل جدید. دغدغه نقش نسل سوم انقلاب در تصمیم گیری های کلان کشور یک دغدغه برای من بود. افرادی با سوابق علمی و تحصیلی متفاوت. بعد معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان بودم، بعد زمان جنگ استاندار ایلام بودم، از اونجا بعد اومدم مجلس. ارشدم مدیریت ام بی ای هست از پلی تکنیک و دکترا فایننس یا مدیریت مالی از دانشگاه تهران هستم. آیین نامه داخلی مجلس میگوید دو نفر از کم سن ترین و دو نفر از مسن ترین منتخبان مردم عضو هیئت رئیسه سنی مجلس در روز افتتاحیه خواهند بود. دستور جلسات ادوار گذشته را در روز نخست نگاه کردم. همونطوری که فرمودین دبیر جلسه صرفا در حد یکی دوتا فکر میکنم تذکر یا معرفی، حالا اینکه چه تعداد در جلسه حاضر هستن و به حال اعلام اینکه چه تعداد شعبه هست و اسامی رو میخونن که هر کدام به کدام شعبه باره کشی شدن و این مراحل رو انجام میدن. برابر این نطق اصلی رو هم به حال رئیس سنی که آقای هاشم زایی هستن در این دوره انجام میدن. من این نه دوره گذشته رو به صلاح از مجلس اول تا الان از اداره قوانین گرفتم، مطالعه کردم. مجموعاً بالاخره یه تشکر رو از مهمان‌ها و به صلاح اینها باید بشه، از اونایی که انتخابات رو برگزار کردن با شکوه و از مردم، بیشتر تو همین زمینه هاست. نام یدالله صحابی، سعید امانی و حجت الاسلام انزابی در میان رؤسای سنی اولین دوره های مجلس شورای اسلامی دیده می شود. بقیه الان هستن، آقای دکتر مرندی، آقای شیخ، آقای رهبر، اینا هستن. بنابراین من خیلی جای نگرانی ندارم که حتما رئیس سنی که شدم بعد اسرائیل بیاد سراغم، چون هنوز چهارتاشون زنده است. هیئت رئیسه موقت هم که همون روز یک شنبه مشخص میشه. بله.
بعد از انتخاب هیئت رئیسه موقت، دو سوم اعتبارنامه نمایندگان هم که تایید شد، اون وقت برای هیئت رئیسه دائم مجلس شورای اسلام که یک سال اعتبار داره انتخابات برگزار میشه. درسته خانم حسینی؟ بله. متشکرم. تشکر می‌کنم. سلامت باشید. موفق باشید. خسته نباشید. تنور گزارش‌های امروز با خانومی نونوا گرم میشه که دستی هم در تعلیم و تربیت داره. قدم‌هایت را که کمی از دروازه‌های شهر بیرون بگذاری، به مکان‌هایی خواهی رسید که اگر چه از رنگ و لعاب زندگی ماشینی به دور مانده، اما صفا و صمیمیتی دارد مثال زدنی. در این روستای نزدیک پایتخت، نانوایی وجود دارد که متفاوت بودنش چشم‌ها را به خود خیره می‌کند. خانوم نظری شاطر 54 ساله‌ای که مدتی است با تکیه بر علاقه‌اش قدم در حرفه‌ای نهاده، حرفه نانوایی. من اصلا نونوایی بلد نبودم. بعدن کارگر که آوردیم، شاطر که آوردیم، من خودم شخصا کم کم دست اونو نگاه کردم، یاد گرفتم. از خمیر گرفتن تا چونه گرفتن و ناخن زدن یاد گرفتم. پیشش اگرچه به ظاهر این روزها مردانه است، اما او خودش را از قید و بند افکار سنتی رها کرده و لطافت زنانه را چاشنی کار. موقعی که گرمو که میشه پیش این وایسین پلو این تنو، اصلا شما طاقت نداری، زود سری میری. این سختشه یکی که مثلا موقعی که آدم کار از دست از کار میکشه میره تو خونه، باید دوباره کارهای خونه رو شروع کنه. نمیگم آسون نونوایی، خیلی سخته، ولی خب من دوست داشتم، لذت میبرم وقتی که میان اینجا نونو میگیرن، میبرن، تشکر میکنن. دیدگاه اطرافیانت را میتوانی تغییر دهی اگر در کار پسندیدت ثابت قدم و موفق باشی. خب اولی که اومده بود یه خورده تعجب کردیم، ولی بعد از این دیگه برامون جا افتاده است. خب طبیعتا این چیزی که ما دیدیم تو این روزگار هم این شغل مردون است، ولی این خانم واقعا داره پاهای شوهرشون که کار میکنه و عالیه به نظر من. این همه یه کار این نانوای موفق نیست. او در کنار خمیر و تنور داغ، کلاس درسی را هم برای دانش آموزانی که نیاز به کلاس‌های فوق برنامه دارند برپا کرده. علی و معصومه، چون می‌دیدم واقعا این بچه‌ها احتیاج دارن به درس خوندن، تحصیل کوچیکن، حیفه تو کوچه‌ها همش بازی کنن یا برن سر کار. از این طریق من خودم گفتم بیاین، از اون طریقم خودم کمکش کردم. اصلا سختم نیستش، این دوست داشتم، علاقه داشتم. مهم این نیست که شغلمون چی باشه، مهم اینه که با تلاش و پشتکار میشه از پس هر سختی بر اومد و به موفقیت‌های زیادی رسید. حاتم تایی رو گفتند بای جی سی داتا یار آدرس اینترنتی سایت باشگاه خبرنگاران جوان هست که شما با مراجعه به صفحات مختلف این سایت میتونید خبرهای مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید و اونها رو مورد مطالعه قرار بدید. اما همکارم خانم مردانی در تحریه حضور دارند برای معرفی بخشی از خبرهای پربازدید امروز. سلام بر شما خانم مردانی. سلام و عصر بخیر میام خدمت شما آقای مقامی و همه همراهان این بخش خبری. امروز هم با گلچینی از پربازدیدهای سایت باشگاه خبرنگاران در خدمت شما هستیم. خبرهای امروز رو با خبری از دنیای سیاست شروع می‌کنیم. آخرین موضع‌گیری وزیر ارشاد درباره حج. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته عربستان خواسته‌های ما را تامین نکند، حج منتفی است. اظهار نظر روزنامه عربستانی در رابطه با شهاب حسینی و سردار سلیمانی عنوان خبرهای بعدی مونه. خبری از صفحه مجازی، جزئیات هک سایت سازمان ثبت و اسناد املاک کشور رو میتونید روی سایتمون ببینید. تصاویری داریم از مدل معروف که نامزد سابقش را کش. در صفحه اقتصادی گزارشی همراه با مستندات داریم با این عنوان: پاداش 350 میلیون تومانی نصیب چه کسانی شد؟ ماجرای مالیات از سپرده‌های بانکی به کجا رسید؟ بالاخره پول در بانک سپرده کنیم یا نه؟ پاسخ به این سوالات رو گزارش همکارانم در گروه اقتصادی میتونید ببینید. بسته فتوسنتز این هفته هم که به حواشی کن و آخرین جلسه مجلس پرداخته رو پیشنهاد میکنم که حتما بخونید. در و این رو هم اضافه بکنم، با توجه به اینکه عوامل فیلم سینمایی فروشنده امشب به تهران برمیگردن، سایت باشگاه خبرنگاران امشب متن و حاشیه بازگشت عوامل فیلم فروشنده رو براتون به همراه با تصاویر براتون منعکس خواهد کرد. برای دریافت خبرهای بیشتر هم که میتونید به سایتمون به نشانی yjc.ir بیایید و با ورود به سایتمون در کانالمون عضو بشید و روی موبایلتون پیامک خبری رایگان دریافت کنید. علاوه بر اون هم میتونید تمام شبکه‌های تلویزیون رو
به صورت زنده روی سایتمون تماشا کنید. سامانه پیامکی 302394 هم که مثل همیشه منتظر سوژه های خبری شماست. سپاس از انتخاب و همراهیتون. از شما متشکرم خانم مردم. خداحافظی میتواند حس مثبت و خوبی ایجاد کند و یا برعکس حس منفی. وقتی گفتن روز 10 نفر اول منظم بودید. از بلایای دنیای سیاست چگونگی ترک پست و مقام و مسئولیت است. اینجا جایی است که هر کس میاد بره. علی لاریجانی با همان طنز و زیر پوستی همیشگی. عکساشون خوب شد. برخی روزنامه ها و سایت ها ترجیح دادند. عارف نباید با کنارگیری از نامزدی ریاست مجلس و اصطلاحاً زد و بند سیاسی. در مقابل گروه دیگری معتقدند اگر عارف نامزد شود صرف چند روز آیندم روشن. معمولاً در گپ و گفت های زنده تلویزیونی شما مشکلی با نقد شدن که ندارید؟ نخیر. این بحث استعفای شما واقعیت داشت یا شایعه بود؟ اینم شما پخش کردین اینجا، من چیزی نشیدم. گارد متقابل مجری و میهمان آنقدر بسته و جدی است که گاه با سوال بعدی مقدار کوتاه‌تر جواب بدید. سوالی که می‌کنی متناسب با اون وقت وقت ویژه هفته پنجشنبه 18:15 و 23:15 دقیقه از شبکه 7. هفده و 16 دقیقه است و شما همراه ما باشید در با خبرنگاران جوان ششم خرداد ماه. مازندران نامش رو در کنار بازار گلابگیری کشور هم درج کرد. کشت گل محمدی در منطقه دودانگه مازندران این مزیت رو داره که مانند سایر استانهایی که کشت گل محمدی دارند با کمبود آب مواجه نیست. به همین دلیل حالا عطر گلاب این استان رقیب جدی برای استانهای صاحب نام در گلابگیری شده. جشنواره گلابگیری در برخی شهرهای کشور در حال برگزاریه. اینجا دودانگه ساری، همنشینی گل و جنگل و چشمه و آبشار جلوه زیبایی به اولین جشنواره گلابگیری شمال کشور داده. گلابگیریتون تو منطقه جنگلی خیلی خوبه. از تهران اومدیم اینجا و این مراسم گلابگیری که برگزار میشه رو داریم میبینیم. عرقیجات مختلف هم داریم. بعد شینیجاتی هم که از گلاب درست میشه هم داریم تو قرفمون. بسیار با کیفیت این گلاب. خیلی خوبه. بوش هم بسیار مطبوع و عالیه. 5 سال پیش بود که جهاد کشاورزی طرح کشت گل محمدی رو در این منطقه به صورت آزمایشی آغاز کرد. کشاورزای روستا هم از این فرصت استفاده کردن. 1 هکتار باغ گل محمدی دارم. الحمدلله راضی هستم با راهنمایی و تلاش سازمان جهاد کشاورزی موفق به این کار شدیم. 30 هکتار کشت گل محمدی داریم که متوسط هر هکتار 2 تن برگ گل میده که مجموعاً 60 تن در سال ما برداشت برگ گل محمدی رو داریم. برای اینکه این منطقه به قطب دیگر گلابگیری کشور تبدیل بشه نیازمند حمایته. دنبال بازار و مشتریاش هستیم که انشالله مسئولین به ما کمک بکنن بتونیم محصولاتمون رو عرضه بکنیم. کسانی هم که در رابطه با صنایع تبدیلی یا جانبی بخوان سرمایه گذاری بکنن تحصیلات در اختیارشون قرار میگیره، لو ارزی بخوان یا ریالی. علاوه بر این منطقه جنگلی در 300 هکتار از عرصه‌های طبیعی و جنگلی مازندران هم گل محمدی کشت میشه. باغ‌های گل محمدی دودانگه ساری قرار امسال 500 هکتار توسعه پیدا کنه و این سبب میشه که گلاب این منطقه است برای گردشگران. سید حکیم موسوی، باشگاه خبرنگاران جوان، ساری. اما بشنوید از وقتی که زیر پای فرش ایرانی هم فرش ماشینی پهن میشه. حدود 20 میلیون نفر این تاریخ به اصطلاح امرار معاش میکنن. تار و پودی که همین چند سال پیش بعد از صنعت نفت بیشترین ارزآوری رو برای کشور به همراه داشت. صادرات که چند سالی که تحریم بودیم رقبا جامونه گرفتن، الان هم به اون صورت را نیفتاده هنوز. با قالیایی که درجه 5 و 6 ایران هم حساب نمیشه جای ما را گرفتن. هنر کاملا ایرانی که در بازار داخل کشور هم زیر همنوع ماشینی خودش پهن شده. هموطنان خوب هم نمیدونن که قیمت فرش دستباف خیلی پایین تره. 6 متری ما داریم اینجا از 1 و
500 600 700 این حدودا رسیده به فرش قیمت فرش ماشینی. تو راستای فرش ماشینی تبلیغات خیلی بیشتر بوده تا فرش دستباف، چون تولید کنندگان فرش دستباف معمولا آدمایی نیستن که بتونن برای تبلیغات هزینه ای صرف کنن. اما مطمئنا حضور مردم در باغ طرح و نقش این هنر کاملا ایرانی تفاوت بین این دو رو بهتر نمایان میکنه. این نمایشگاه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران داره برگزار میشه، سوم تا هفتم خرداد ماه این نمایشگاه برقراره. مطمئنا آب کشیدن مشکلات این هنر دست ایرانی میتونه طرح و نقش اون رو جلا بخش و مستحکم کننده دیوار اقتصاد مقاومتی کشور کنه. اما حالا نوبت به گزارش‌های شما میرسه. شما میتونید از طریق نرم افزارهای موبایلی خبرنگار ما باشید و نتیجه کارتون رو به نام خودتون علاوه بر سایت ما در بخش‌های مختلف خبری ببینید. فقط کافیه شماره 0930-319-47 رو در گوشی خودتون ذخیره کنید تا شما هم به جمع شهروند خبرنگاران ما بپیوندید. اما ببینیم امروز چه گزارش‌هایی برای ما ارسال شده. شهروند خبرنگار ما باشید. شما میتونید سوژه‌ها و تصاویر خبری خودتون رو از طریق شماره 0930-319-47 برای ما ارسال کنید. اینجا بلوار یادبانان خرمشهر است، خیابان ناصر خسرو. این بلوار به مدت 3 سال است که اعداد شد و شهردار هیچ گونه اقدامی به اصلاح این شهر این بلوار نکرده. این تصاویر و بیشتر از اینها هم اکنون با نام خودتون بر روی سایت ما به نشانی yjc.ir قابل مشاهده است. اما این هفته تو ویترین وقت اضافه برای بچه‌های ورزشی میشه شوخی و گلایه رو یک جا با هم دید. تا لحظاتی دیگه گزارش ما در مورد وقت اضافه، بسته وقت اضافه همکارانمون در گروه فرهنگی آماده میشه که این گزارش رو با هم میبینیم. مسابقات دوچرخه سواری البته از نوع بامانش در تهران برگزار شد. از این جهت میگیم بامانه که توی پیست آدم بود که رد میشد. اگر نفراتی هم از بین مسیر رد میشه با هماهنگی داور و عوامل اجراییمون اون رفتن و آمدن داخل مسیر اتفاق میفته. اگه این رفت و آمدا توی پیست هماهنگ شده است، پس مسابقاتی که شما برگزار کردید توش بی هماهنگی زیاده ها. اومدیم از کیانوش خان رستمی در مورد خارج شدنش از اردوی تیم ملی و تنها تمرین کردنش بپرسیم که ببخشید صدا خیلی زیاده، من نمیتونم رسیدگی خاصی بکنم. آفرین. یه لحظه ببخشید. پشه‌ای نشست اینجا ما چقدر اذیت. به هر حال ابر و باد و مه و خورشید و فلک کوتاه اومدن و آقا کیانوش رفت سر اصل مطلب. هیچ کار من بدون برنامه‌ریزی نیست و شخصی جلو نمیره. که مثلا بخوام بگم من تنها هستم یا چیزی، نه. من تمریناتمو شخصی و با مربیگری خودم و با برنامه‌های شخصی خودم جلو می‌برم. کیانوش خان درسته شما حرفه‌ای هستی و تمریناتت هم حرفه‌ایه، اما اینا یادت نره داری آماده میشی واسه المپیک. هیچ جای دنیا قبل از این مسابقات مهم اینجوری آماده نمیشن. مربیان باشگاه بارسلونا اومدن توی تهران یه آکادمی فوتبال بزنن و به صورت رایگان استعدادیابی کنن، که البته بعدش معلوم شد یه افرادی این وسط از متقاضیان نفری 700 هزار تومن پول گرفتن. پولا رو که ما نگرفته بودیم، که اون کسایی که گرفتن بایستی که پاسخگوش باشن. ما بلافاصله در سایتمون و اطلاع رسانی کردیم به مردم که به هیچ وجه دیگه ثبت نام نکنن. به مردم اطلاع رسانی کردید که نرن ثبت نام کنن؟ اونم وقتی که 700 هزار تومن پول داده بودن؟ راستی تکلیف این پولا چی میشه؟ و اینجا از همین طریق استفاده میکنم مردم عزیز به ما کتبا بنویسن که ما بتونیم پیگیری مطالباتشون باشیم.
کیروش هنوز آشتی نکرده با بازگشت تمرینات تیمش به زمین پژوهشگاه صنعت نفت، اوقات تلخی درست کرد. قولهایی داده شد که میتونیم در زمین استادیوم آزادی تمرین بکنیم، ولی متاسفانه به قولهاشون پایبند نبودن. وقتی که به آزادی اعلام کرده بود، وقتی بود که اینا اومده بودن آزادی رو نمونه برداری کرده بودن، یعنی تیچایش رو برداشته بودن. آقای پیروانی هم دوبار رفتید، گفت امکان الان تمرین توش نیست. تیم ملی این سری هم تو زمینی که مورد قبولش نبود تمرین کرد. یعنی ما واقعا به جز ورزشگاه 100,000 نفری آزادی یه زمین خوب برای تمرین تیم کیروش نداریم. گزارش های ما رو بر روی سایت باشگاه خبرنگاران هم دنبال کنید. از انتخاب شما سپاسگزارم. نگاهتون مستدام. خدا نگهدار.